درود میفرستم خدمتون، حضورتون عرض ادب میکنم هموطنان عزیز و ارجمندم. گاهی اوقات سخن گفتن سخت میشود، به واقع سخت میشود. آدمی نمیداند که در این آستانه نوروز باستانی، یادگار هزاران هزار ساله ما، چگونه میتوان به غم نشست، چگونه میتوان راجع به مسائل کشور سخن گفت بی آنکه اندوهی بر دلها ننشیند. خیابانهای تهران و شهرستانهای بزرگ پر از حاجی فیروز شده است. حاجی فیروزهای گوناگون، حاجی فیروزهایی که بچه های کوچولویی هستند که در ایران به عنوان بچه های کار شناخته میشوند، بچه هایی که به بیگاری گمارده می شوند، بچه ای که هنوز تعادل راه رفتن خود را نمی تواند حفظ کند، اما در بغلش تا بالای سرش آجر می چینند تا از این طرف به آن طرف ببرند. این بچه ها تبدیل شدند به حاجی فیروز های کوچولو. اما دردناکتر از این هم هست، بسیاری از حاجی فیروز های امروزی که دایرزنگی به دست میگیرند، در خیابانها در برابر مردم فریاد میزنند ارباب خودم چرا نمیخندی، دانشجویان هستند، دانشجویان رشته های گوناگون. وقتی با آنها مصاحبه میکنند خیلی راحت میگویند این فصلی است که ما میتوانیم اندکی پول به دست بیاوریم، در غیر این صورت کاری نیست برای ما. درست است ما دانشجو هستیم، اما مگر دانشجو نیازمند پول نیست؟ مگر دانشجو نباید که حداقل یک پول تو جیبی داشته باشد تا اگر گاهی هوس یک ساندویچ کرد بتواند خریداری کند؟ پاسخی است که دانشجویان میدند. خب گفتن چنین حرفهایی در آستانه نوروز، شنیدن چنین اخباری در آستانه نوروز، طبیعی است که دل آدمی را می‌لرزاند. طبیعی است که از آن شادی که باید به قول شاعر گاه نوروز است اندکی با شادی باید، کم می‌کند. ببخشید باز تلفن‌های اینجا قطع نشده. در چنین شرایطی مسئول کشورهای اروپایی، مسئول مذاکرات اتمی با حکومت اسلامی از جانب کشورهای اروپایی به تهران سفر کرده است. وزارت امور خارجه رژیم، در واقع همان دستگاهی که خانم کاترین اشتون را به ایران دعوت کرده است، فریاد برآورده که چه کسی به خانم اشتون اجازه داد که برود با افراد معلوم الحال گفتگو و مذاکره کند. صفت معلوم الحال را برای چه کسی آوردند؟ برای زن سال خورده داغ دیده مانند مادر ستار بهشتی، جوانی که فقط بابت اینکه پای کامپیوتر می نشست گرفتار شد و زیر شکنجه در زندان جان سپرد. فریاد میزنند که چه کسی اجازه داده است که این خانم برود. در مجلس میگویند این اولین گام است که آمریکا میخواهد به مسائل حقوق بشر در ایران بپردازد. ما نمیدانیم پیامدهای این چیست. هر کدام از دست اندرکاران حکومت اسلامی گویی در جهان خودشان زندگی میکنند، نه در سرزمین ایران. گوی وضع مردم را نمی دانند و یا نه می دانند و همچنان به مسائلی که می تواند موجبات سرگرمی توده های عام را، توده های بی سواد را فراهم آورد می پردازند. در نماز روز جمعه اعلام می کنند که چه کسی می گوید تاریخ اسلام 1400 سال است. حضرت مسیح هم مسلمان بود، حضرت موسی هم مسلمان بود،
اساساً اسلام به زمان آفرینش برمیگردد، چون حضرت آدم هم مسلمان بود، حضرت نوح هم مسلمان بود. شما تصورش رو بفرمایید، چگونه ممکن است سران یک مملکتی به عظمت ایران با تاریخ گرانقدر ایران بیایند و در مجامع عمومی مثل تلویزیون، مثل منبر نماز روز جمعه، مثل میکروفون مجلس چنین عرض کنم که مزخرفاتی را تحویل مردم دهند، در حالی که مملکت هزار گرفتاری دارد. هنوز نفهمیده اند دستگاه به این عریض و طویلی که مدعی هستند میتواند در برابر جهان بایستد، نفهمیدند که چه دستی در کار است که مرتب حیوانات نایاب ایران را میکشند، بیهوده میکشند، سرش را میبرند، دست و پایش را میبرند، حیواناتی که مخصوص ایران است، در جهان به نام ایران ثبت داده شده است. هنوز یک نفر اعتراض نکرده است که این ساختمان‌های، این کاخ‌های باستانی را شما به چه دلیل تحویل سپاه پاسداران می‌دهید و آنها شروع می‌کنند به ویران کردن و جاش این قوطی‌ها را به عنوان آپارتمان ساختن و بالا بردن و به مردم فروختن؟ کسی به این حرف‌ها اعتنا ندارد، اما دم از این میزنند که ما باید هرچی زودتر با انگلستان رابطه برقرار کنیم، چون در دریای خزر ما نیازمند هستیم که کمپانی بریتیش پترولیوم بیاید و از بستر دریا برای ما گاز و نفت استخراج کند تا ما بتوانیم بفروشیم. اینها مسئله است. در مورد آقای روحانی زمزمه ها آغاز شده است که دولت آقای روحانی دولت برانداز است، همون ماجرایی که بر سر بنی صدر آوردند، همون ماجرایی که موجب شد آقای رفسنجانی سالها خانه نشین شود، همون ماجرایی که آقای خاتمی را رئیس جمهوری که توانسته بود دنیا را به خود جلب کند، خروجش را از ایران ممنوع کردن، ممنوع الخروج شده است. رئیس جمهور مملکت را اجازه نمیدهند از مملکت پایش را بیرون بگذارد، چون میترسد اسراری را که از این حکومت میداند فاش کند. در با این وضعیتی که تقریبا اشاره‌وار خدمتتون عرض کردم، ناگهان روزنامه‌های ایران میپردازند به دمپایی آقای رهبر. آقای رهبر در یک جلسه حضور می‌یابد، جلسه مجلس خبرگان رهبری، همان مجلسی که قاعدتاً باید از آقای خامنه‌ای بازخواست کند که چرا فلان فرمان را دادید، چرا فلان سیاست را به کار بردید و بر اون نظارت کند، با دمپایی پاره حاضر می‌شود. یک جفت دمپایی پلاستیکی که یکی از آن رویش پاله شده است و لخلخ می کند و هی می خواهد از پای رهبر بیفتد. می خواهند به مردم بگویند که رهبر زیستی ساده دارد، به گونه ای که دمپایی او پاره است و با همین دمپایی پاره در چنین مجلس با عظمتی حضور پیدا می کند. چرا می گویند؟ چون زمزمه های این که آقای خامنه ای بر یک امپراتوری مالی که نزدیک 190 میلیارد دلار، 190 میلیارد دلار سرمایه دارد، عرض کنم که فرماندهی می کند. این امپراتوری مالی فقط در اختیار آقای خامنه ای است، تا جایی که می تواند مای میلیون ها تومان خرج کسانی را بدهد که آمدن در تنبلخانه قوم به عنوان فیضیه مثلا دارن با اسلام آشنا می شوند. اینها چه کسانی هستند؟ وقتی
عکس‌های این طلبه‌های خارجی را زیر ذره‌بین می‌گذارید، می‌بینید یک مش بیکاره، مفخاره، شکم‌گنده‌ای هستند که چون در گوشه و کنار جهان کاری پیدا نکردند و فهمیدند اینجا بساطی برقرار است، سفره‌ای انداختند، هم خرج شام و نهار می‌دهند، هم خرج مسکن می‌دهند و هم پول توجیبی به آنها می‌دهند. پرانتز واکنم، همون پول توجیبی که دانشجوی دانشگاه لباس حاجی فیروز میپوشد و این روزها در خیابانها میرقصد و دایره زنگی میزند و به مردم مغموم و پریشان میگویند ارباب خودم سرتو بالا کن، ارباب خودم چرا نمیخندی؟ یعنی خنده ها هم بر لبها خشکیده است. اینها، این بیکاران میآیند در فیضیه قم، میخورند و میخوابند و پول یا مفت ملت گرسنه ایران را دریافت میکنند و آقای رهبر و آن هم پالکی های او دلشان خوش است که دارن اسلام را در جهان گسترش میدهند، دارن به سیاه پوستان افریقایی و عرض کنم که به چشم تنگای آسیای شرقی و به کجا و کجا و کجا دارن اسلام را میآموزند که اینها وقتی بازگشتند به مملکتشان اسلام را توسعه دهند. همون که در آغاز گفتم، گاهی اوقات سخن گفتن سخت میشود، گاهی اوقات آدمی نمیتواند آنچه را که در آن مملکت میگذرد ساده و آسان بر زبان آورد. اعصاب پولادین میخواهد که بگوید و اعصاب پولادین میخواهد که بشنود و از این همه گرفتاری، از این همه اندوه، از این همه غم که در آستانه نوروز بچه ها یا حاجی فیروز میشوند یا در این سطح های آشغال دنبال چیزی به درد خوردن میگردند و بعد هم با خنده به رهگذران میگویند سفره نوروزی ما این سطل است. نگاه کنید، اینها دل آدمی را به درد میآورد. هرچند که گاه نوروز است و اندکی شادی باید. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر میسپارم. بدرود.